نکته بعدی بحث آتش سوزی است. دوستان، این آتش سوزی برای ما اهمیت بسیار زیادی داره. سلام، امروز میخوام در رابطه با مزایای سیلو کردن نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که در جریان هستید، امروز سیلو کردن و ذخیره کردن مواد غذایی بسیار چشمگیر شده و توسعه بیشتری در کل کشورها پیدا کرده. در کشور ما هم بحث سیلو کردن و ذخیره مواد غذایی اهمیت زیادی رو پیدا کرده و دامداران عزیزمون و کسانی که فارم‌های گاو شیری دارن، حتی گاوهای غیر شیری یا پروار‌بندی یا اینکه دام‌های کوچک دارن، رو به ذخیره مواد غذایی خودشون کردن تا بتونن در مواقع ضروری از ذخایر سیلوی خودشون استفاده کنن. از جمله مزایای مربوط به سیلو کردن مواد غذایی که این هست که در زمستان‌ها ما می‌توانیم از سیلوی ذخیره شده استفاده کنیم. این برای ما اهمیت بیشتری داره، چون هیچ گونه علوفه‌ای در زمستان شما نمیتونید پیدا کنید، علوفه تر و تازه‌ای نمیتونید پیدا کنید، هم قیمت‌های علوفه هامون خیلی بالاتر میره، همین که به این کیفیتی که شما ذخیره کردید به این کیفیت وجود نداره. دومین عامل و مزیت این هست که سیلوها برای ما ارزان قیمت هستند، یعنی ما میتونیم با قیمت بسیار ارزان در مقابل سازه‌هایی که برای علوفه ها درست می‌کنیم تا اینها رو انبار کنیم، برامون خیلی ارزان در میاد و هزینه هامون پایین میاد. ما میتونیم این هزینه ها رو در جاهای دیگری صرف کنیم و برای دامداری خودمون تجهیزات مناسبتری رو تهیه کنیم. نکته بعدی بحث غنی سازی سیلوهای خودمون هست. سیلوهایی که ما در واقع ایجاد می‌کنیم یا درست می‌کنیم، اینها رو می‌تونیم غنی سازی کنیم با انواع اقسام و مکمل ها، ملاس و یا گیاهان دیگری که خودمون مد نظر داریم و اینها از نظر انرژی زایی و پروتئین برای ما اهمیت بیشتری دارن. میتونیم اینها رو در بحث سیلو زدن استفاده کنیم. نکته بعدی بحث خوشخوراکی هست. دوستان ببینید، خوشخوراکی مواد غذایی برامون اهمیت بیشتری داره. دام ها موادی که خوشخوراک هستند با اشتهای بهتری میخورن، بازده بیشتری براشون داره و در تولید شیر هم تأثیر بسیار زیادی داره. پس یکی از در واقع مزیت ها میتونه این باشه که ما میتونیم در واقع دامهای خودمون رو به سمتی ببریم که اینها بتونن از علوفه های با کیفیت تری استفاده کنن. مورد بعد این هست که از ماشینالات کمتری در ساخت سیلوها استفاده میشه. هم ماشینالات کمتری رو ما نیاز داریم، هم مصالح کمتری رو نیاز داریم. مصالحی که در ساخت سیلوها استفاده میشه ارزون قیمت هستن و به همین خاطر ساخت سیلو خیلی سریعتر تموم میشه و ما میتونیم خیلی سریعتر این رو مورد بهره برداری قرار بدیم. نکته بعدی بحث استفاده از تمامی قسمت های خوراک مورد استفاده دام هست. وقتی ما علوفه ها رو برای ذخیره سازی و سیلو وارد انبار سیلو میکنیم، البته شرایطی داره چجوری ما باید اینها رو سیلو کنیم که در بحث های آینده حتما به اینها پرداخت خواهیم کرد، ولی چیزی که خیلی مهمه، تمامی قسمت های علوفه مورد استفاده قرار میگیره. دیگه در اینجا دام حق انتخاب نداره که برگ های در واقع علوفه های خشک رو بخوره و قسمت‌های ساقه باقی بمونن که ما نتونیم از اینها در خوراک دام استفاده کنیم. شکمبه دام‌ها به نوعی هست که میتونن مواد سلولوزی رو هم تجزیه کنن و اونها رو مورد استفاده قرار بدن، ولی وقتی ما اینها رو میاریم و در واقع سیلو میکنیم، ذخیره میکنیم، اینها باعث میشن که مواد در واقع باکتری‌های موجود در سیلو اینها رو تجزیه کنن به مواد ریز و دام ها بتونن به راحتی از اینها استفاده کنن که برای ما اهمیت بسیار زیادی داره. نکته بعدی بحث آبدار بودن مواد غذایی سیلو شده هست. وقتی آبدار هستن در حد 60 تا 70 درصد اینها میزان آب سیلو تخمین زده میشه و وقتی از اینها استفاده میکنن برای تولید شیر برای ما اهمیت زیادی داره. میزان شیرواری رو در گله های گاو شیری بالا میبره و ما میتونیم در واقع در یک بازه زمانی مناسب شیری بهتری رو هم از
دامهای خودمون در واقع بگیریم. اما چه مقدار ما میتونیم از سیلوها استفاده کنیم بحثی است که در جیره‌های مواد غذایی من به اینها حتما اشاره خواهم کرد. این یک بحث دیگری است، ولی خب بپردازیم به همون مزیت‌های موجود در سیلوهای مواد غذایی. وقتی شما در واقع به جمع‌آوری علوفه‌های خودتون میپردازید، اینم یکی از مزیت‌های در واقع استفاده از سیلو هاست. هر موقع شما میتونید علوفه‌های خودتون رو جمع‌آوری کنید، آب بیشتری رو صرف جویی میکنید در علوفه‌هایی که جمع‌آوری کردید، دیگه اینها به طرف خشبی تر نمیرن، به طرف سلولوزی تر شدن نمیرن. شما میتونید در همون اوائل مواد اولیه خودتون رو جمع کنید و بلافاصله سیلو کنید. در سیلو میتونید انواع اقسام علوفه‌های خودتون رو هم داشته باشید. نکته بعدی بحث آتش سوزی است. دوستان، این آتش سوزی برای ما اهمیت بسیار زیادی داره. در بسیاری از فارم‌ها ما مشاهده کردیم که علوفه‌های خشکی که روی هم در واقع انباشته میشن، گاهن رطوبتی در داخل اینها میمونه. این رطوبت باعث میشه که حرارت هم از یک طرف به اینها میخوره، یک نوع در واقع گرمای نهان در داخل اینها ایجاد میشه، باعث سوختن علوفه‌ها میشه و این موارد بسیار اتفاق افتاده و علوفه‌های بسیار زیادی رو در واقع کشاورزان و دامداران عزیزمون از دست دادن. در سیلو کردن ما این موارد رو نداریم و تنها موردی که هست که جزو معایب سیلو شاید میشه به حساب کرد، اونو من در آخر خدمت دوستان عرض خواهم کرد. جمع‌بندی ما این هست که در حالت کلی سیلو کردن برامون ارزش غذایی علوفه‌های خودمون رو میتونیم بالا ببریم، هزینه هامون پایین میاد و هر زمان خواستیم ما میتونیم از سیلوها استفاده کنیم. اما معایبش هم من چند نمونه اشاره کنم خدمت دوستان. در ساخت سیلوها سعی کنید که این آب سیلو حتما از طریق سپتیک ها و از طریق سوراخ هایی که در ابتدا و انتهای سیلوی خودتون قرار میدید اینها رو تخلیه کنید، هوای سیلوی خودتون رو تخلیه کنید، چون اگر اینها در داخل سیلوی خودتون بمونن باعث قارچ زدگی و کپک زدگی اینها میشن و اگر دام ها از اینها استفاده کنن ممکنه که به سقط جنین و مسمومیت یا در واقع مشکلات گوارشی دچار بشن که خسارت های زیادی هم به دام ها ممکنه وارد بکنن. همین دو مورد رو شما دوستان در نظر داشته باشید که سیلوی مناسبی رو برای دام در نظر بگیرید و از همون قسمتی که سیلوها رو مورد استفاده قرار میدید همون قسمت رو شما باز بذارید و از اون قسمت استفاده کنید که هوا به قسمت‌های دیگر سیلو در واقع برخورد نکنه که باعث خرابی سیلو خواهد شد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لاک یادتون نره. اگر در مورد سیلو کردن و انواع اقسام سیلوها سوالی داشتید حتما کامنت کنید تا بتونیم در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.